همراهی شما عزیزان در خواهان هستیم. البته قبل از اینکه گفتیم که بیم وارد بحث امروز شویم، اوید افرادی را که شاید در زندگی ما به اونها با چشم ترحم نگاه میکنیم، اما اونها به اون میگن با فعالیت‌های خودشان، با همون امید و تلاشی که میکنن، نشان میدن که اونها نیازی به ترحم ندارن. اتفاقا خود اونها یک الگو هستند برای ما در زندگی ما. کلیپ گزارش رو با هم ببینید و برگردید. بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی عبدی هستم، متولد 1363. تابعیت و اصلیت من افغانستانی هستم و متولد ایران، ساکن مشهد. از یک سالگی دچار معلولیت شدم و مثل خیلی از افراد جامعه من تحصیلات دانشگاهی ندارم. منم خیلی مثل بچه‌های دیگه، خیلی مثل معلولین دیگه. من تحصیلاتم شاید بگم باورتون نشه، من 5 کلاس بیشتر درس نخوندم، من سیکل ناقص دارم، من درس مدیریت نخوندم، ولی درس درد خوندم، درد با معلولی، درد با مهاجرت. شاید این جمله من تکراری باشه، شاید شنیده باشه. من 4 سال بهترین روزهامو گوشه خونه بودم. من 4 سال یک مرتبه نیومدم از خونه بیرون. این دردی بود که واسه من، چرا من اینجوری. سال 82 با چند از مراکزی که معلولینی که در مشهد اینجا فعالیت به کار میکنن آشنا شدم. بهترین دوستایی که دارم امروز دوستای ایرانی من هستن. در 12 آذر سال 91 پله های برج ویلات 1866 تا پله رو زیر یک ساعت، یعنی 59 دقیقه و 30 ثانیه رکورد دارم. رکورد من این بود، هم اولین فرد معلول تو ایرانی کار انجام دادم، هم به عنوان اولین فرد خارجی که اسم من تو کتاب گینس ایران به ثبت رسید. مصاحبه‌ای که دیدین همون فرد قهرمانی بود که امروز ما در برنامه خود خواستیم که با خودشون مستقیم در تماس باشیم و حرفای دلشون رو بشنویم. شاید که یک سری برنامه‌ها داشته باشن، یک سری شعارهای مخصوص خودشون داشته باشن که اون شعارها باعث شده که ما هم در زندگی تحرک پیدا بکنیم، امید به زندگی پیدا بکنیم و با تلاش بتونیم به اون اهداف بلند خود ما که شاید در ذهن ما حتی تا حال خطور نکرده باشه به اونها برسیم. روی خط اسکایپ هستن مهمان خوب برنامه آقای مرتضی عبدی. آقای عبدی سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم سعادت و همه دوستان و بینندگان عزیز. سلامت باشین آقای عبدی، خوشحال هستم که امروز را روی خط اسکایپ داریم. آقای عبدی از اینجا شروع بکنیم که در ابتدا از دلیل معلولیت خودتان بودید و ای که چطور شد که معلول شدین؟ بنده از اونجایی که ببینین معلولیت یک ریشه هست که هیچ وقت همیشه در دنیا تا دنیا بوده، از لحاظ پزشکی محدود نشده، خصوصا ماهایی که در دنیای مهاجرت، خصوصا بیماری هایی که هستن، خصوصا افرادی که دچار فلج اطفال. من بنده خودم از یک سالگی دچار فلج اطفال و معلولیت بنده پولیو می باشم. بسیار عالی. آیا عبدی در مورد فعالیت هایتون بگوین، در حال حاضر چی کار میکنین و همچنین این که او قسمی که ما متوجه شدیم در یک مؤسسه به عنوان مؤسسه باور سبز فکر میکنم که در حال فعالیت هستین، میخواییم صحبت های دقیق تر و واضح تر از خودتان بشنویم. بنده اگه اجازه بدین خانم سعادت و همکاران عزیزتون، یک سلام ویژه کنم به همه همشهری‌ها و همه هموطنان عزیزم در هر گوشه کره خاکی
خاکی و برای همشهریای عزیزمون که در داخل خود افغانستان هستن سلام ویژه عرض میکنم و همچنین عرض تسلیت دارم به همه خانواده های شهدا و شهیدان مظلوم افغانستان. بنده من در خدمت شما هستم. سلامت باشین. آیا عبدی هم قسمی گفتم در مورد فعالیت های فعلیتان برمایم دار بگوین که در حال حاضر چی کار میکنین؟ بنده به عنوان معاونت شورای امور معلولین مهاجرین در مشهد و مسئول مؤسسه معلولین باور سبز که در مشهد فعالیت میکنیم که پیش از 745 تا عضو معلول داریم، در تمام فعالیت‌های ما افتخاری و رایگان میباشد برای معلولین مهاجر و همشهری‌های عزیزمون که دچار چند نوع معلولیت‌هایی که دارن، جسم حرکتی، نابینا، ناشنوا، ضایع نخاعی. فعالیت‌های ما در بخش‌های آموزشی، فرهنگی، اشتغال، فیزیوتراپی و برنامه‌های تفریحی و فرهنگی و مذهبی برای معلولین و خانواده‌های معلولین داره ارائه میده و بخش بیشترین بحثی که اینجا فعالیت داریم بحث مشاوره روانشناسی و مددکاری برای خانواده‌های معلولین و نیازمند مهاجر. بسیار عالی. آیا عبدی در مورد آموزش‌هایی که گفتین برای معلولین دارین، آموزش‌ها چگونه هستن؟ آموزش‌هایی که ما در مشهد داریم برای معلولین مهاجر، چون مؤسسه باور سبز اولین مراکزی هست که در ایران خصوصا در مشهد منطقه ای که مهاجر نشین هست داره خدمات میدیم برای این بچه‌ها و عزیزان این مجموعه، که تعدادی از معلولینی که کم سواد و بی سواد هستن با اینا داره آموزش‌های تحصیل درس میکنن. معلولین ما کلاس‌های کامپیوتر داریم، زبان داریم، از بحث اشتغالمون کلاس‌های بافندگی داریم برای معلولین، کلاس‌های چرم دوزی، حکاکی روی چرم و سرم دوزی و کارگاه‌هایی که خود اشتغالی برای خود معلولین در منازلشون به وجود اومده، کارگاه‌های خیاطی. بسیار عالی. جالب است آیه عبدی، شما میگین که ما بخش‌های آموزشی رو برای معلولین داریم. می‌خوام ببینیم که افرادی که معلول هستن چقدر توانمندی دارن تا اینکه این آموزش‌هایی که شما برای اونها در نظر گرفتین همه اینها رو پیش ببرن. ببینین، به شرایط یک فرد معلول نمیتونه به تنهایی بگه من توانمند هستم. این برمیگرده به جامعه ما، به مردم ما، به مسئولین ما، به همه باید دست به دست هم بدن. از اونجایی که خودتون بهتر میدونین و تجربیات شاید داشته باشین، یک فرد عادی آموزشش دشوار است، چه برسه که به یک فرد معلول، که فردی که با توانایی‌های مشکلات خاصی که داره. خب این نیاز داره که باید دوستان ما، مسئولین، همشهری‌های ما، خیرین ما، سرمایه‌دارای ما، همه باید دست به دست هم بدیم تا به یک پشتوانه خوب برای یک فرد معلول تا این رو بتونیم توانمند کنیم. و اونجایی که خب ما جایی که کار می‌کنیم در دنیای مهاجرت، فرد معلوله که خب در یک خانواده 3 تا معلول، 4 تا معلول، بابایی که خب با هزاران مشکلات، قشر ضعیف جامعه ما، قشر کارگر ما و اینها هستن، خانه هایشان مستأجر، از لحاظ مشکلات مالی زیاد دارن اینا، ولی خب سعی کردیم افراد هر معلول رو به توانایی خودشون اینا رو توانمند کنیم. افراد توانمند خوبی داریم در دنیای مهاجرت، جامعه مهاجرت. همین که شاید یک قسمت چه شاید شنیده باشین دوستان عزیز که حالا عبدی نامی است، ولی خیلی افراد دیگر هم هستن که هنوز به صحنه ها یا به جامعه مهاجرت هنوز معرفی نشدن. ما دوستان زیادی داریم که واقعا هنرمند هستن، ورزشکار هستن و هیچ فردی که ما میگیم هیچ کاری نکرده باشن، حداقل این بچه‌ها و معلولین ما قهرمان زندگی خودشان هستن. دقیقاً. با معلولیت هایی که دارن، با بیماری هایی که دارن، داره دست و پنجه میزنن و تونستن خودش در اجتماع و جامعه معرفی کنن. قرار نیست که همه، ببخشید من اینو میگم، مثل شخص عبدی ورزشکار باشن خودشو معرفی کنن، ولی میگه همان داده که به عنوان یک سرپرست خانواده هست خودشو رو معرفی کنه. به این همه مشکلات اقتصادی، مشکلات بیماری، مشکلات داروهایی که اینا مصرف میکنن، برای ما اینا قهرمانانی هستن و افراد توانمند جامعه معلولین و مهاجرت هستن. آیا عبدی چطور شد که به فکرتون رسیدی دتایی که مؤسسه معلولین باور سبز را به راه بندازین و چون فعالیت‌های وسیعی را برای معلولین مهاجر در مشهد داشته باشین؟ شما از اینجا ببینید، خود معلولیت همچنان که همیشه گفته محدودیت نیست و مهاجرت هم محدودیت نیست. ما شاید وقتهای بهانه کنیم ما مهاجریم، ماها مشکل داریم، هیچ وقت همچنان نباید احساس کنیم. ما یک خلای شده با جایی که زندگی میکردیم، اکثریت معلولین مهاجر بودن یا همشهری های ما، خب کمتر تو دو یا ما
خودشون رو وارد اجتماع و جامعه کنن و خودشون رو معرفی کنن و احساس میکردن نمیتونن با جامعه میزبان یا با دوستان ایرانی ما به خوبی ارتباط برقرار کنن. ما چون خودمون شخصا سالهای سالی فعالیت داشتیم با دنیای بیرون با افراد دوستای ایرانی خودمون تونستیم یک فضای جاش احساس میشد و خالی که ما تنها کسی که برای معلول مهاجر میتونه کار کنه باید از خود از همین محیط و از همین فضای مهاجرت باشه. شاید خیلی از دوستان دیگری ما آمده بودن وارد این کار ولی نتونسته بودن. ما باید از خود اینها باشیم. من که خودم معلولیت داشتم و دوستان دیگری که در کنار ما بودن کمک کردن تونستیم همینچون مجموعه در مشهد خصوصا الان چند تا مجموعه که داریم مثل مجموعه باور صد، باشگاه معلولین قدیر، خانه نابیناین، مؤسسه صاحب که همه اینا ما زیر مجموعه شورای امور معلولین مهاجر افغانستانی در مشهد فعالیت میکنیم. آیا عبدی اصولا افراد معلولی که زیر پوشش مؤسسه شما هستند کسانی هستند که والدین یا خانواده اینها رو میارن کلا به طور 24 ساعته به مؤسسه شما تحویل میدن یا که نه اینها در طول روز یک ساعتی رو در پیش شما هستن؟ ما خیلی دوست داشتیم. خب فضایی که الان ما داره کار میکنیم مکانی که ما داریم برای معلولین این خدمات ما در طول روز است، شبانه روز نیست. ولی خب متاسفانه جاش احساس میشه و جاش خیلی خالیه که مرکزی داشته باشیم به عنوان نگهداری، مرکزی داشته باشیم به عنوان آسایشگاه. خیلی از معلولین ما افرادی هستن که بی سرپرستن، خیلی از معلولین ما نیاز دارن به یک همچون مکان فضایی که حمایت بشن و از اینا نگهداری بشن، چون در توان خانواده نیست، توان اون خانواده‌ای که خب دو تا سه تا معلول دارد یا همیشه پدر و مادرها اینها تا آخر عمر نیست. گفتیم فضای اگر بشه انشاءالله، من از همین تریبون اینجا اعلام میکنم دوستانی که تصویر و صدای مرا داره خوشحال میشیم در دنیای مهاجرت در مشهد در گلشن جایی که زندگی میکنیم دوستانی که میتونن سرمایه گذاری کنن بیان در این بخش ها وارد بشن تا ما بتونیم فضاهای را برای عزیزانمون به عنوان نگهداری اگه امکانش باشه ایجاد کنیم. ما چون فضاهایی که داره ما و دوستانمون داره خدمات میدیم، خدمات ما در طول روز هست. آیا عبدی میخوایم ببینیم که امکانات در چه حد هست؟ چون شما در ابتدای برنامه هم اشاره کردین که معلولین که در مؤسسه شما هستن از قشرهای مختلف هستن، انواع معلولیت ها رو دارن. میخوایم ببینیم که مربیانی که در مؤسسه شما مصروف هستن آیا او تخصص کافی رو دارن یا اینکه نه کسانی هستن که اونها هم آموزش دیدن و حالی مصروف آموزش دادن به معلولین هستن؟ ما خدا رو شکر از اون سالهای اولیه‌ای که شروع کردیم با معلولین با دوستان خودمون که استارتش رو زدیم یک پشتوانه خوبی که داشتیم خانواده‌های معلول پشت ما بودن، دوستان ما بودن. به عنوان یک فرمی که ما داریم، فرم یاوران، و وقتی که فعالیت‌هامون رو شروع کردیم در دنیای مهاجرت چه دوستان همشهری‌های خودمون چه دوستان ایرانی استقبال کردن. اکثریت مربیای ما افتخاری و به عنوان رایگان در کنار معلولی داره کار میکنن. همینچه که گفتم در بخش های آموزشی، در بخش های مشاوره روانشناسی، برنامه های تغذیه، ماساژ درمانی، در تمام بخش هایی که ما داره با یک فرد معلول داره خدمات میدیم، خانواده و جامعه و جامعه میزبان دوستانی که داریم در کنار ما عنوان داوطلبانه داره کار میکنه. چون ما از اونجایی که خودمون تمام خدماتمون افتخاری و رایگان میباشد هیچ پشتوانه ای نداریم که حتی بگیم سازمان یا نهاد یا دولت یا خاصی از جای خیلی خوب که به ما حمایت یا پشتوانه ما باشه نیست. همینجا که میبینیم مجموعه ما با کمک های مردمی شروع کردیم، همینجا با خود مردم ما داره این مؤسسات اداره میشه. بسیار عالی. آیا عبدی تحصیلاتتون چقدر هست که تونستین که مؤسسه معلولین باور سبز را به خوبی مدیریت بکنین؟ من شاید در مصاحبه اول کلیپ که گذاشته بودیم قبلا مصاحبه کرده بودم به دوستان گفته بودم من شاید من عبدی نه تحصیلات مدیریتی دارم نه تحصیلات همچنین گفتم ما 5 کلاس شاید بگم سیکل ناقد. بنده درد معلولیت، درد مهاجرت، دردی که داشتیم شروع کردیم و همش نیست شاید بگیم امروز خیلی از دوستان ما وارد این کار بشه. همیشه که در مجموعه ما افرادی هستن با خیلی رد سنین پایین با تحصیلات کم داره به خوبی خروجی داریم، خروجی های خیلی خیلی خوبی داریم و همچنین بنده که گفتم درس مدیریت نخوندم، درد معلولیت و درد مهاجرت بود که
همچون فضاهایی رو به وجود آوردیم، به لطف خدا و کمک دوستان بودن تا حالا که مجموعه به خوبی تا امروز قدمهایی رو برداشتیم و اداره میشه. ما انسان‌ها طوری هستیم که همیشه به دنبال الگو هستیم. این الگوها را از کسانی انتخاب می‌کنیم که در بین ما هستن، شبیه ما هستن، و گاهی وقت‌های الگوها آنقدر برای ما عزیز میشن و بلند مرتبه میشن که ما کوشش می‌کنیم که مسیر زندگی خود را شبیه اونها بسازیم. اما گاهی وقت‌ها هست که اون کسایی که ما الگو انتخاب می‌کنیم احساس می‌کنیم که اونها از ما پایین‌تر هستن، یک چیزی کم دارن، در حالی که اونها یک اراده قوی دارن اگر بعضی چیزها رو کم دارن. امروز در خدمت آقای مرتضی عبدی هستیم روی خط اسکایپ از شهر مشهد، عزیز معلولی که خودشون در قسمت توانمندسازی معلولین در حال فعالیت هستن. آقای عبدی، در ادامه صحبت‌ها می‌خوایم در مورد دستاوردهای خودتون صحبت بکنیم. در حال حاضر چند ساله هستین و خودتون چه دستاوردهایی داشتین؟ و چقدر از دستاوردهای خودتان راضی هستین؟ بنده متولد 1363 هستم. از یک سالگی دچار معلولیت شدم، در مشهد متولد شدم و سال 1373 از ولایت بامیان اولسوالی یکاولنگ می باشم که 6 سال رفتیم در وطن و حضور داشتیم. متاسفانه در جنگ هایی که در افغانستان به وجود آمد، طالبان گروه القاعده که برادر بزرگتری من به شهادت رسید و ایران اومدیم. فعالیت های ورزشی بنده خود ما از سال 82 شروع کرد که در بخش های کوهنوردی، در رشته های زورخونه و باستانی، در رشته های تنیس رومی و فعالیت های ورزشی دو میدانی اینا فعالیت کردم. خدا را شکر با کمک دوستان، خانواده، عزیزانی که در کنار ما بودن، حامی ما بودن، همستیم افتخارات خوبی را در ایران به ثبت برسانیم به عنوان یک معلول مهاجر افغانستانی. بله، خیلی جالب است. آقای عبدی، میگین که خب او قسمی که ما تصاویر شما رو دیدیم از ناحیه هر دو پا معلول هستین، درسته؟ اما از طرف هم میگین که در قسمت کوهنوردی، در قسمت تنیس روی میز، در قسمت دو میدانی فکر کنم گفتین، فکر کنم دقیق رشته هایی که دقیقاً به نیاز به این هست که آدم واقعا دو پا رو داشته باشه. من نمی‌فهمم چه قسمی شما موفق بودین در این زمینه‌ها. درست است، میگه خب معلولیت محدودیت نیست، خواستن توانستن فرق نمی‌کنه که حالا اون فردی که با اون توانایی که داره، ولی حالا یه مقدار فشارهایی که بیشتر میاد، محدودیت‌هایی که ما داریم، سعی می‌کنیم امروز به جامعه خودمون بیشتر تلاش کنیم و ثابت کنیم. من در رشته کوهنوردی اولین فعالیت و افتخار ورزشی که داشتم در سال 86 1386 که در قله شیرکویی است که در ایران ارتفاعش 4075 متر بود، من با دست و پا میرم. همینجوری که شما گفتید، من شاید دو تا پاهم مشکل معلولیت داشته باشه، خب به غیر مشکلات پای من، دست ما هم مشکل داره، اگر مشکلات تنفسی که از سال 87 که بزرگترین قله ایران که فتح کردم، قله دماوند بام ایران که خب مشکل گوگرد و مشکلاتی که اونجا به وجود اومد، مشکلات تنفسی ما ایجاد شد. چون معلولیت هایی که ما داریم، پولیو یا فلج اطفال، روز به روز معلولیت های ما شدیدتر میشه. همینجا که من دو تا پام و دست راستم و مشکلات تنفسی دارم و هیچ وقت اینا مانع ورزش ما و مانع پیشرفت بنده نشده است. همیشه سعی کردیم در جامعه که داره زندگی میکنیم، به جامعه مهاجرت، به معلولین خودمون، به همشهریای خودمون، به دوستان میزبان ایرانیای خودمون ثابت کنیم که ما به عنوان یک فرد توانمند هستیم. در دنیای مهاجرت هم ما میتونیم کارهای خوبی انجام بدیم اگر ما پشتوانه خوبی داشته باشیم، اگر ما حامیای خوبی داشته باشیم، و خدا میتونیم فعالیت‌های خوبی را کسب کنیم و افتخارات خوبی را کسب کنیم. صد حیفا که یه مقدار ما پشتوانه‌های خوبی نداریم، حامی‌های خوبی نداریم. امروز هنوز متأسفانه در دنیای مهاجرت، همچنین در کشور عزیزمون افغانستان، تعریفی نشده که فضایی به وجود بیاد پشتوانه حامی معلولین باشن. بله. آقای عبدی، شما در بین صحبت‌هایتان در ابتدای برنامه به رکوردی که خودتان شکستین و برج میلاد رفتین هم اشاره کردین. می‌خوام در مورد این هم یه مقدار بیشتر توضیح بدین. بله، من همچه که گفتم در سال 86 قله شیرکویی اضافت کردم، در سال 87 قله دماوند که بهتر مستند ایران انتخاب شد، چندین سال که از شبکه‌های تلویزیونی ایران داره پخش میشه، به عنوان یک مهاجر افغانستانی و به عنوان با پرچم افغانستان، بیشترین افتخاراتی که با
خدا را شکر من خودم خیلی دوست دارم و علاقه دارم. هر بار که شبکه های ایران مرا با پرچم افغانستان نشون میده، یعنی بیشترین لذت هم میبرم. سالهای بعدش که خدا را شکر تونستیم بازم در رشته های زورخانه، رشته باستانی که مال مولا علی من علی علیه السلام هست، که ما پیشاپیش عید قدیر را تبریک عرض میکنیم به همه هموطنان و دوستان عزیزمون، تمام مسلمین و شیعیان جهان، و همینطور در رشته های زورخانه و باستانی هم افتخارات خوبی کسب کردم بنده، مدالاتی را، و همینطور در سال 1391 تونستیم پله های برج میلاد تهران رو که به عنوان یک رکورددار همچه که گفتیم اسممون در گینس یا کتاب ایران به ثبت رسید، 1866 تا پله را در 59 دقیقه و 30 ثانیه فتح کنیم. بله 1866 تا در 59 دقیقه و 30 ثانیه این برنامه این رکورد رو بنده بزنم. بله آیه عبدی، پله ها رو به تنهایی طی کردین یا اینکه کدام کمکی هم شد از طرف اطرافیان؟ من هیچ کمکی نداشتم. یه مقدار مشکلاتی که به وجود اومد، محدودیت هایی که حتی با من عکاس یا فیلم بردار یا حتی نیروی کمکی نبود. خب ولی خب اینجا جاش گفتنش جالب نیست، بیشتر از این اوقات دوستان رو تلخ نکنیم و اون شیرینیاش و اون افتخاراتی که بنده اونجا کسب کردم بیشترین لذت دارم. من از همینجا میگم در جامعه مهاجرت اگه ما پشتبانای خوبی داشته باشیم، حامیای خوبی داشته باشیم، همینجور از همین باب صفحه تلویزیون شما اعلام میکنم، اگر ما پشتبانه خوبی داشته باشیم، همچنین که برنامه خودم چندین سال یه آرزو به دل خودم مانده، حتی یک روز اگه بشه معلولینی که در دنیای مهاجرت کسایی که ورزشکارن در ایران داره کار میکنه، اگه پارالمپیک ما بیاد اینا رو حامی بشه، حمایت کنن دوستان فدراسیون های ورزشی ما در افغانستان، یا بنده من خودم چندین ساله که تلاش کردم اگه بشه برج خلیفه که در امارات میشه که 3000 پله داره. بله حالا هیچ فردی را انجام نداده. اگه ما پشتبانای داشته باشیم، حامیای باشیم، به ما حامی یا کمک کنن از لحاظ کارهای اداریش یا مجوزایی که نیاز دارن، ما 3000 تا پله را بتونم به عنوان اولین فرد افغانستانی رکوردشو بزنیم. بله آیه عبدی، در حال حاضر خود معلولینی که در ایران هستن، هدف معلولین مهاجر افغانستانی هست، با چه کمبودهایی روبرو هستن، چه مشکلاتی دارن؟ ببینید ما حداقل اگه جامعه میزبان دوستان ایرانی ما هستن، در ایران یک تعریفی شده به عنوان بهزیستی. بله مکانهای هستن به عنوان بهزیستی، مکانهای سازمانهای هستن مثل به کمیته امداد، سازمانهای هست مثل هلال احمر، دولت خود جمهوری اسلامی ایران و مراکزی که داره، مراکز انجوهای خصوصی که داره کار میکنه با معلولی نشان. ولی خب در دنیای مهاجرت ما متاسفانه هیچ فضای تعریف نشده برای من معلول مهاجر. ما نیاز به وسایل توانبخشی داریم، ما نیاز به وسایل آموزشی داریم، ما نیاز به وسایل درمان داریم، ما نیاز به وسایل فضاهایی که برای یک فرد عبور مبورش، ما نیاز به مسکن داریم، اشتغال معلولین، ازدواج معلولین، داروهایی که ما نیاز داریم، دفترچه بیمه‌هایی که داریم متاسفانه جوابگو نیستن. نیازهای معلولین ما زیاد هست، متاسفانه یک قلم دو قلم نیست که ما اینا را دونه دونه اسم ببریم. ولی امروز اگه بنده من میگم از همینجا به عنوان یک نماینده کوچک از جامعه معلولین و جامعه مهاجرت اینجا اومدم در خدمت شما و دوستانی که هستم تصویر رو میبینم، من خیلی خوشحالم. سلام همه دوستانی که در مشهد هستم، من سلام دوست بچه های خودم رو به شما میرسانم. شاید باورتون نشه در طول 5 سال اخیر متاسفانه 42 نفر از عزیزان و معلولین ما فوت کردن و هر دلیلی، شاید همین تصاویری که شما پخش کردید، تعدادی از این بچه های ما دیگه در بین ما نیستن. اینا نیازهای دارو داشتن، نیازهای بیمه داشتن، نیازهایی که برآورده نشدن، نیازهای بهداشت اینا، نیازهای بسی روحی و روانی اینها. امروز فقط اگه ما بس از یک معلول داره صحبت میکنیم، فقط این خود یک فرد معلول دچار معلولیت یا درگیری نیست، این یک خانواده و یک جامعه درگیری بیماری و معلولیت هست. همه یعنی جامعه ما درگیر معلولیت به بیماری این فرد میشه که این محدودیت هایی که ماها داریم متاسفانه خیلی دوست داریم. کسایی که میتونن، همینطور گفتم، عزیزان تجارای ما که در مشهد یا در ایران هستن یا در هر گوشه دنیا که صدای ما رو میشنون، در بخش معلولین سرمایه گذاری کنن. یک فرد معلول به تنهایی نمیتونه خودش رو به جامعه معرفی کنه. چه امروز در خود ایران چه در افغانستان، حالا ما بحث اروپا رو میگیم جدا، درسته اروپا همه امکانات در اختیار فرد
عبد معلول هست و هیچ وقت اونجا معلولی تعریف نشده. هیچ وقت اگه عبدی نامی هم بره در اروپا اصلا نیاز نیست که با یک فرد معلول کار کنن. ولی ما در مشهد جایی که داره کار میکنیم، مکانهایی که داره، متاسفانه مکانهای ما الان استجاری است. مثلا ما متاسفانه گاهی وقت آخر ما آخر برد واسه عزیزانی که اینجا داره میاد که ما کار میکنن شرمنده‌شون میشیم که چجوری حقوق این رو بدیم. تعداد این نیروهای ما افتخاری هستن. مکانهایی که الان ما داریم واسش استجاریه. شاید هر ساله درگیری ما اینجا که خود بنده میگم و دوستانی که داریم، دغدغه ما این هست که امسال باز هم صابخونه که داریم، خب باز هم هزینه میره بالا، مشکلات اقتصادی، مشکلات مالی. من یک جا داره تقدیر تشکر میکنم از همه دوستانی که در طول این سالها با ما بودن. نمیخوایم خدای نکرده گله و شکایت کنم. همه عزیزانی که در طول این سالها با ما بودن، کنار ما بودن، حامی ما بودن، پشتبانه ما بودن و امروز تونستیم با این جامعه معلولین و جامعه که در طول 40 سال مهاجرت کار نشده بود و فراموش شده بود، فقط امروز ما تمام سعیمون کردیم یک فضا و یک دفتری رو به وجود بیاریم. امروز معلولین ما یک آدرس داشته باشن. بسیار. و به جامعه مهاجرت معرفی کنیم. ما هم هستیم. تشکر از شما عبدی. تشکر از شما، لطف کردین. برای شما آرزوی موفقیت داریم و برای همه عزیزانی که تحت پوشش مؤسسه معلولین سبز هستن هم شفای عاجل می‌خوایم. اگر کدام گفتنی نداشته باشین با شما خداحافظی می‌کنیم آقای عبدی. بنده هم سلام عرض می‌کنم بازم مجدد خدمت همه عزیزان، اونهایی که صدای و تصویر ما رو دیدن. خیلی خیلی خوشحالم. ما در پایان اجازه بدین یک دو بیتی خیلی کوتاه که از خود معلولین هست اینو بخونم. کنون با کی گویم که من کیستم، توانیابم و ناتوان نیستم. اگر پا ندارم همین فخر بس که زانو نخواهم زد پیش کس. تشکر از شما، خدا قوت، خدا نگهدار شما. سلامت باشین. ممنون از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.